أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آخرین بحثی که درباره نبوت مطرح است این است که هر موجودی به سمت کمال حرکت می کند و برای اینکه راه کمالش را طی کند با عوامل و علل محیط خود را هماهنگ می کند. احتیاجاتی که محیط بر او تحمیل می کند او خود را مجهز می کند تا در برابر اون احتیاجها نماند. این اصل تأثیر از محیط در همه موجودات عالم طبیعت هست و انسان هم از این قانون کلی مستثنا نیست. همونطوری که گیاهان اینطورن، هر گیاهی در هر منطقه‌ای که رشد می‌کند در اثر تأثیر از محیط خود را مجهز می‌کند به وسایل دفاعی تا بالاخره به ثمر برسد و هر حیوانی که در هر منطقه چه در دریا و چه در خشکی به سر می‌برد خود را مجهز می‌کند به جهاز دفاعی که بتواند به مقصد برسد، انسان هم خود را مجهز می‌کند به لوازم دفاعی که بتواند به مقصد برسد. در هر عصری به هر امری محتاج باشد می‌تواند با کوشش‌های علمی اون حاجت را رفع کند. چون اصل تأثیر از محیط در همه موجودات طبیعی هست، یکیش انسان است و در اثر انتخاب اصله هر موجود طبیعی به کمال میرسد، پس انسان هم در اثر انتخاب اصله و تنازع بقا به کمال میرسد. چون به کمال میرسد پس همه احتیاجات طبیعی خود را میتواند برآورده کند. وقتی انسان در رفع نیازهای علمی و عملی خود مستقل بود، حاجتی به بیرون از خود به نام وحی و رسالت ندارد. وقتی حاجت نداشت، چیزی در جهان به نام ضرورت وحی و رسالت نیست. و احیاناً ممکن است اون چه که نوابغ از انسانی آورده ام، این انسانهای نابغه را پیامبر بدانند و اون نبوغ فکری اینها را وحی بپندارند و محصولات فکری اینها را دین بنامند. وگرنه وحی و نبوتی در کار نیست، پیامبری هم در کار نیست و دینی هم در کار نیست معاذ الله. این عثاره بعضی از شبهاتی است که هم از نظر جامعه شناسی و هم از نظر زبان شناسی دست به هم دادن و این شبهه را تلفیق کردن. البته به دنبال این شبهات دیگری هم هست که وقتی اینها پاسخ داده شد اونها هم حل خواهد شد. جواب شبه اول این است که اون چرا که شما درباره جامعه شناسی یا مسائل زیست شناسی آزمایش کرده اید در حد معادن است و گیاهان است و حیوانات و در اون بحث های اولی نبوت هم به عرض رسید که انسان در عین حال که با موجودات عالم طبیعت در بعضی از امور همسان است، یک فرق اساسی با همه موجودات عالم طبیعت دارد. چیزی در انسان هست که در هیچ موجود دیگر نیست. اون چه که شما گفتید در اصل همگانی انسان سهیم است و مستثنا نیست، این درباره جسم او و علل و عوامل طبیعی او درست است.
در اون حدی که انسان با موجودات طبیعی همسان است درست است، در اون مرزی که انسان با موجودات گیاهی همتاست درست است، در اون حدی که انسان با موجودات حیوانی همسان است درست است، اما در اون بخشی که انسان همتا و همسری در عالم طبیعت ندارد باید چه کرد؟ در بحث‌های نبوت فصولی مطرح شد که یکی از اون فصول شناخت انسان بود که الانسانو ما هو، و در اونجا مشخص شد که حقیقت انسان را روح مجرد او تشکیل می‌دهد و بدن فرع روح است نه همتای روح، نه انسان در بدن خلاصه می‌شود و نه بدن عدل روح اوست، بلکه اصالت و حقیقت انسان را روح او تشکیل می‌دهد که امری است مجرد و هرگز فرسوده نمی‌شود و از بین نمی‌رود. این بدن است که چند سباهی با روح است، روح این بدن را رها می‌کند، وارد عالم خودش می‌شود تا دوباره در قیامت کبرا به حالت اولی برگردد. پس اگر در اون فصول اولیه مسئله اصالت روح تثبیت شد، نباید گفت انسان همانند گیاهان یا معادن یا اختران آسمان یا موجودات دریایی یا هوایی و مانند آن است. بنابراین باید برای تکامل اصل انسان که روح اوست فکر کرد، و اصل انسان کاری به محیط ندارد. شما نمی توانید بگویید محیط انسان را وادار می کند که نیازهای خود را برطرف کند. محیط سرد و گرم، محیط دریایی و غیر دریایی، محیط آسمانی و زمینی برای جان انسان یکی است، یکسان است. انسان از اون جهت که دارای روح مجرد است، نه اهل زمین است و نه اهل آسمان، او اهل ملکوت است، اهل باطن این آسمان و زمین است. اگر اهل زمین و آسمان نیست، قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی و قوانین زیست شناسی، دریا شناسی، اختر شناسی و مانند آن هیچ کدام راه گشای شناخت انسان و پرورش و تکامل انسان نیست. اگر ثابت بشود در انسان روحی هست و این روح از عالم امر است و مجرد است و این روح باید به کمال برسد، نمی شود با قوانین زیست شناسی مسئله تکامل حقیقت انسان را تأمین کرد. این یک جواب. جواب دوم آن است که انسان اون چرا که شما تجربه کرده اید و اکنون هم می بینید آن است که چون به عالم طبیعت نزدیک تر است تا ماورای طبیعت، همین که چشم گشود و وسیله حس با عالم طبیعت برخورد می کند و در اثر برخورد با عوامل طبیعی خود را در محدوده طبیعت کامل می کند، یعنی نیازهای تغذیه خود را به خوبی تأمین می کند، نیازهای سفر و حضر خود را به خوبی تأمین می کند، می تواند به خوبی از عمق دریاها تا فراز آسمونها سفر کند و از همه بهره برداری کنند. اینها ممکن هست، ولی جز آن است که اگر حقیقت انسان به یک سمت متوجه شد از سمتهای دیگر می ماند. انسان در پیشرفت از مواهب طبیعی در این که به کمال رسیده است می تواند برسد حرفی نیست، و خداوند این قدرت را هم به انسانها داد که از همه مواهب طبیعی حد اکثر بهره علمی و عملی را ببرند. هم لذایز بدنی در این کار هست، هم این کار به حس نزدیکتر است و انسان گرایش هم دارد. اما به چه دلیل انسانی که به عالم طبیعت توجه میکند و تکامل طبیعیش را تأمین میکند، تکامل فطری او که ماورای طبیعت وابسته است اونم تأمین بشود؟ اون اصلا از فطرت خود خبر ندارد. نشانش هم دنیای فعلی است. ممکن است بعضی از کارخونه های دنیای پیشرفته به جای برسد که هر یک دقیقه، یعنی 2 تا 30 ثانیه، 2 تا اتومبیل بنز از کارخانهشون استخراج بشود. این هست
که ممکن است در ظرف یک دقیقه دو تا بنز بسازند و میسازند. اما از همین کشور شما جز فساد اخلاقی و درندگی چیز دیگر دیدید و میبینید؟ در این که از در صنعت پیش میرود در او حرفی نیست. به همون دلیل که انسان اگر در یک قسمت‌های معنوی تمام تلاش و کوششش را خلاصه کند از قسمت‌های دیگر میماند، اگر در قسمت‌های مادی هم تمام کوششش را خلاصه کند از قسمت‌های معنوی میماند. این بسیاری از مبتکران صنعتن که الان به دام بوداییت و امثال بوداییت افتادن. این چنین نیست که اگر بشر در صنعت کامل شد در اون ماورای طبیعت هم کامل باشد. این چنین نیست. ممکن است در اثر تجربه و غیر تجربه همه استعدادهای خود را در یک سمت خلاصه کند و مبتکر بشود، اما اون فطرتش همچنان به خواب فرو می رود. یک انسانی می خواهد، یک موجودی می خواهد که با فطرت بیدار و زنده این خابیده ها را بیدار کند. اون که می گوید اینی به طرق سماعه اعلم منی به طرق الارض، یک همچه انسانی لازم است که فطرتهای دیگران را شکوفا کند. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من به راه آسمونها از راه زمین آشناترم، نه یعنی علم نجوم من، ستاره شناسی من بهتر از کشاورزی و دامداری من است. منظور از اون آسمان این آسمانی نیست که یک اخبر شناس میتواند او را بشناسد. اون آسمان و زمین هر دو در برابر علم غیر به حضرت زمینن و نه آسمان. اون آسمانی که خدا فرمود و اوها فی کل سماعین امرها، اون آسمانی که فرمود لا تفتحو لهم ابواب و سما، درهای آسمان بروی کافران هرگز باز نمی شود. اون آسمانی که فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدو، اون آسمانی که فرمود یتنزل الامر بینهن، اون آسمان غیب علمش پیش امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. حضرت به علوم غیبی آشناتر از علوم عالم شهادت است. وگرنه این آسمان ظاهری که هر روز مورد رفت آمد کافران است، این که خدا فرمود درهای آسمان بروی کافران باز نمی شود لا تفتح لهم ابواب و سما، امروز ملحدان شرق و کافران غرب مرتب حالا سفینه های با سرنشین یا بی سرنشین به این آسمان ها می فرستن. این کدام آسمان است که خدا فرمود درش بروی کافران باز نیست؟ همین آسمان است که اینها سفینه می فرستن؟ یا اون آسمانی که و اوها فی کل سماء امرها؟ نسبت به اون آسمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من راه‌های اون آسمان را بهتر از راه‌های زمین می‌دانم. یک موجود کامل فطرت شناس می‌خواهد که فطرت‌های دیگران را بیدار کند. بنابراین برهانی که اونها بردن با برهان عقلی نقض می‌شود. شاهدی هم که اونها ارائه دادن با شاهد تجربی نقض می شود. اونها شاهد اقامه کردند که دنیا در صنایع و حرف پیشرفت کرد. شما هم مشاهده می کنید که این پیشرفت صنعت و حرف جز آسیبی به انسانیت بهره دیگر نداشت و هر روز در آستانه خطرن که مبادا جنگ جهانی سوم شروع بشود، صحب بکنند و همه و همه به صورت یک خاکستر در بیان. این جز آن است که اینها در صنعت تکامل کردن و در فطرت به خواب فرو رفتن. انبیا برای این نیامدن که این راه استفاده از مواهب طبیعی را به تدریج یاد انسانها بدهند، چون این قدرت را خدا به انسانها داد. انبیا معید این قسمتند و نه معلم این قسمت. اون چه که برنامه اصیل انبیا را تشکیل میدهد همون یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم هست، وگرنه بقیه امور را خدای سبحان به یاد انسانها داد. اونگاه اگر کسی برای او روشن شد که جهان جهان تکامل هست ولی فطرت را یک معلم و مکمل باید به کمال برساند، هرگز فطرت با برخورد با محیط بیدار نمی شود.
چون محیطی که گیاهان را به حیوانات را به معادن را بیدار می کند، این توان اون را ندارد که فطرت را احیا کند. این غریزه را بیدار می کند، این طبیعت را بیدار می کند. اما فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها را این حوادث بیدار نمی کند. یک سلسله از مشکلات است که اون مشکلات فطرت را کم و بیش بیدار می کند، ولی چون تمرین روی اون مشکلات نشده است باز فطرت به خواب می رود. مثل اینکه مشکین در سفر دریا هنگام احساس غرق دعو الله مخلصین له الدین، اما این کافی برای هدایت جامعه نیست. قهرن اون چه که به وسیله برخورد با علل و عوامل محیط نصیب انسان‌ها می‌شود، پیشرفت‌های غریزی و طبیعی است و نه پیشرفت‌های فطری. پس نوابغ را نمی‌شود انبیا دانست و ترشحات فکری اونها و تفکر اونها را نمی‌توان وحی نامید و محصول فکری اونها را هم نمی‌شود دین دانست. ممکن است یک جامعه شناسی که به معارف الهی آشنا نیست، او پیامبر را جزء نوابغ انسانی بداند و تفکر او را وحی بپندارد و محصول فکر او را دین بداند، در حالی که نه او جزء نوابغ است و نه فکر او وحی است و نه رهاورد فکر او دین. چون یه فرق جوهری بین پیامبر و همه نوابغ هست. نوابغ عالم از یک استعداد فراوانی برخوردارن که همتا و همسان او در عالم کم نیست، منتها در دراز مدت افراد اینچنین تربیت می شوند. اما انبیا از اون جهت که انبیا هستن کاری می کنن چه احدی نه در گذشته و نه در آینده همانند او نمیتواند انجام بدهد. ممکن است یه پیامبری رسالت او در یک محل خاص و در یک زمان مخصوص باشد، اما نبوت او جهانی است، معجزه او جهانی است. بیان ذلک این است که ساله پیامبر سلام الله علیه جزء انبیای اولوالعزم نبود. قهرن نبوتش نه در عرض جهانی بود که کل مردم اون عصر را زیر پوشش بگیرد و نه در طول جهانی بود که تا قیام قیامت رسالت او دوام داشته باشد، بلکه پیامبری بود در یک محدوده خاص در یک سرزمین مخصوص. اما معجزه او جهانی است، یعنی احدی قبل از صالح سلام الله علیه و بعد از صالح الی یوم القیامه هیچ ممکن نیست یک فرد عادی کار صالح پیامبر را بکند که بتواند از دل سنگ ناقه بیرون بیاورد. اگر این کار با علم انجام بشود و رو در دراز مدت، زمینه شک در اعجاز صالح پیامبر خواهد بود که لقاء الان یقول او جزء نوابغ بود، یک قدرت علمی داشت این کار را کرد. کاری که انبیا میکنن در دسترس علم احدی چه در گذشته چه در آینده الی یوم القیامه نخواهد بود، ولو اون پیامبر رسالتش در یک محدوده خاص باشد. این چنین نیست که اینا جزء نوابغ دانشگاه ها یا حوزه ها باشند که کسی بتواند با درس و بحث پیامبر بشود. این راجع به شخص خود پیامبر. روح که قوی شد، کاری که جنی ها انجام میدن این انجام میده. اینا در حقیقت همانند بعضی از جنات یعنی جنی ها این کار انجام میدن. کارهای اینها در اخبار به غیب و امثال ذلک مفید جزم نیست، در حد مزنه بیش از این افاده نمی کند اولا، و اگر تحدیش رو بشود بخواهد با ولی از اولیای الهی تحدی کند مبارزه کند محکوم به شکست است ثانیاً، چون خداوند انبیا و مرسلین را برای همیشه پیروز معرفی کرد، فمود و ان جندنا لهم الغالبون.
اونچه که یک مرتاز انجام میدهد هم قابل آوردن است که کسی مثل اون را بیاورد، هم قابل شکست. و اما اونچه که یک پیامبر می آورد نه قابل مثل او آوردن است، مثیل ندارد و قابل شکستن نیست. علی حال اونچه را که انبیا می اندیشند علم شهودیست نه علم فکری. علم اونها را فکر نمی گویند، اونها می یابند نه فکر کنند. شما در مدت عمر خوابهای صادق ممکن است دیده باشید. اون چرا که شما مشاهده کردید در عالم رؤیا دیدید و فردا این اون اتفاق افتاده است، فکر نکردید، یافتید. این را میگن شهود. فکر یا تصور است یا تصدیق، در بازار منطق خریدار دارد. اما شهود نه تصور است و نه تصدیق. علم حصولی است که یا تصور است و یا تصدیق، معرف و قول و شارع، حجت و قیاس و تمثیل بازار اوست. اما علم حضوری نه تصور است و نه تصدیق، جای استدلال نیست، یافتن است. شما الان میابید که تشنه اید، آتش را میابید، یا شوق به لقای حق را میابید. این که فکر نیست، این شهود است. نوابغ متفکرند، کار اونها فکر است، راه منطقی دارد، قابل نقل و انتقال به دیگران است، به دیگران میتوانن یاد بدهن. اما وحی و نبوت قابل یاد دادن نیست که کسی را بپرورانن او را نبوت یادش بدن، رسالت یادش بدن. این چنین نیست. سحر و شعبده و جادو و طلسم و ریاضتهای مراتزه هند و امثال هند همه و همه جزء علوم غریبه است. یعنی همه اینها مبادی تصوری و تصدیقی دارد، استدلال دارد، راه دارد، کتاب دارد، می شود این کار را خوند و کرد و انجام داد و نتیجه گرفت. راه فکری دارد. اما وای که راه فکری ندارد. به کسی از راه فکر بفهمانند که ما اینچنین کردیم پیامبر شدیم. اما سحر علم است. اگر کسی استعداد و ذوقش داشته باشد درس بخواند می شود ساحر، شعبده باز، جادوگر و طلسم باز به مانند آن. علوم غریبه مبادی فکری دارد، موضوع دارد، محمول دارد، مسئله دارد، مبادی تصوری و تصدیق دارد مانند سایر علوم، منتها چون معنوس نیست از او به عنوان علوم غریبه یاد می شود. اما نبوت که جزء علوم نیست، جزء شهود است. به یک انسان داغ دیده بگوین شما وقتی برادرت شهید شد چه حالی داری، این که قابل گفتن نیست. تا انسان خودش درک نکند اون حال را نمی‌یابد. حال قابل تعلیم نیست، یافتن قابل انتقال فکری نیست. الفاظ وجود اعتباری حقایقند، نقوش کتاب‌ها وجود اعتباری حقایقند، مفاهیم ذهنی به حمل اولی اشیا را نشون میدن، وگرنه به حمل شایی چیزی دیگرند. اونگاه سرمایه علوم و مدارس الفاظ است و نقوش است و مفاهیم. هیچ کدام از اینها با عین حقیقت در ارتباط نیستند و رسول خدا و انبیاء علیه السلام عین حقیقت را مشاهده می کنند. اینجا که نمی شود فکر نامی. وقتی معلوم شد که اون کسی که پیامبر است جزء نوابغ انسان ها نیست که بگوییم او یک نابغه است و انسان خوش استعداد، و اون چرا هم که اون میابد تفکر نام ندارد بلکه وجدان و شهود است، معلوم میشود محصول مشاهدات او هم به نام دین محصولات فکری نیست که محصولات فکری کسی را بگویند دین. ممکن است یک جامعه شناسی که از معارف الهی مستحضر نیست نبوت را و نبی را و دین را به همین صورت یاد شده توجیه کند، لکن این نبوت را از دید خود میبیند. اونایی هم که نبی هستن گفتن ما اینجور حرف نمیزنیم، ما اینچنین نیستیم، ما فکر نمی کنیم که بفهمیم، میابیم. ما در مدرسه ها درس نخوندیم که از راه استعداد به جایی برسیم. و اگر کسی جزء نوابغ باشد
بالاخره همتای او در طی قرون خواهند آمد. یک کسی که درس نخونده است به همه دانشمندان سراسر عالم در طول تاریخ پیشنهاد مبارزه میدهد. میگوید من یک نفر بودم درس نخونده، شما همه دانشمندان عالم را جمع کنید، یه سوره کوچک مثل قرآن من بیاورید. الان هم این تحدی زنده است. و اگر مقدور دانشمندان سراسر عالم بود که یک سوره کوتاه مثل این بیاورن، هرگز به این وسایل تخریبی پناهنده نمی شدن. بنابراین نبوت این نبوغ نیست، اصلا یه راه دیگری است برخلاف علوم دیگر. قهرن خدای سبحان که هر موجودی را می پروراند، همون طوری که بخش طبیعی انسانها را تأمین می کند، بخش فطری انسانها را هم تأمین می کند. اون فطرت را اولا بیدار می کند، هشدار می دهد به انسان و به وسیله فرشتگان و غیب، از راه غیب که اون وحی نام دارد، این فطرت را شکوفا می کند. این می شود وحی، این می شود نبوت، و این قابل تحصیل نیست. کلمات و حروف بعد از یافتن است. ملاحظه فرمایید، خدا فرمود به این که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، این مال الفاظ است. بعد فرمود به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، همین کتاب حکیم. در اونجا سخن از عبری و عربی و تازی و فارسی نیست، اونجا جای لفظ نیست. پس در مرحله نازل الفاظ است و نقوش که عربی است. در ام الکتاب علی حکیم، نه عربی است نه عبری. بعد به رسول فرمود به این که انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، تو قرآن را اونجا یاد میگیری. بعد فرمود وقتی که فرستاده من قرآن میآورد در قلب تو جا میدهد، نزل به روح الامین علی قلب چهره تکون من المنذری. در سوره مبارکه و نجم من فبود ما کذب الفؤاد ما را، بعد از چند جمله فبود ما زاغ البصر و ما تقا. ماها اول میشنویم بعد به زحمت مفاهیم را میفهمیم، ولی حضرت اول با قلب مشاهده کرد، بعد با چشم گوش که برایش متمثل شد دید. اول سخن از ما کذب الفؤاد ما را است، بعد سخن از ما زاغ البصر و ما تغاست. فرق زیغ و طغیان هم این است. یه وقت انسان میخواهد مثلا اون شخص معینی که در سمت راست او نشسته است ببیند، دیگری رو نگاه میکند، به جای زید عمرو را میبیند. یه وقت است نه، همون شخص را میبیند ولی اون طوری که باید تشخیص بدهد تشخیص نمیدهد. یکی زیغ است، دیگری طغیان، که در هر دو حال دید سالم نیست. در این کریمه فرمود ما زاغ البصر و ما طغى، نه این دید اون چرا که باید ببیند از او منحرف شد، چیزی دیگر را دید، نه این که همون را ناصاف دید، بلکه همون را که باید ببیند همون را دید و صاف هم دید. خب پس اول سخن از شهود فؤاد است، بعد سخن از سمع و بصر، و سخن از قلب حضرت است. اون وقت در نشأه ظاهر هم عربی میشنود و شخص را میبیند، و در نشأه علی حکیم شاگرد خداییست که علی حکیم است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که زراره از پدرش نقل کرد که پدرم از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که ما تلک الغشیة التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، این حالت غشیه مدهوشی و نبیهوشی، این حالتی که عارض حضرت می شد در هنگام تلقی وحی، این چی بوده است؟ همو زاکه ازا تجلل الله له، زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احد. فرمود وقتی خدا برای او تجلی کند و بین پیامبر و خدای سبحان احدی واسطه نباشد و فاصله نباشد، این حال پیامبر دست می، این که قابل درس و بحث نیست که انسان بگوید
بشود ای رو با فکر حل کرد. همون ذاکه ذات جل الله هست. این در صفحه 115 همین کتاب شریف توحید مرحوم صدوق طبع اخیر هست. خب این حال قابل نقل و انتقال نیست. خود انبیا گفتن حالمون اینه. وقت یه جامعه شناسی که دست از دور بر این معارف دارد بیاید نبوت را نبوغ معنا کند، انبیا را جز نوابق بداند و رهاورد دینی او را فکر بپندارد. این چنین نیست. والحمد لله رب العالمین.